در واقع اینجوری میشه، یک اتفاقی دارد میفتد به نام ما نامش میگذاریم توافق، که یک سمت به اون سمت دیگر از با رهیافت این نوع نگاه نگاه میکنه که صلح میخواهد بکنند، آن یکی سمت با نگاه ایدئولوژیک یا تاریخیت خود نگاه میکنه که گویا میخواهد او را به یک تسلیم مدارانگی بکشد. بله. از این سبب ها میگه در گفتمان دینی خود را اهل حقیقت میداند، رقیبش را اهل باطل اهل کفر میداند. بله. خود این دو گفتمانی، خوب دقت کنید، خود این دوگانگی یا این دو قطبی که در زیر ساخت مفهوم صلح الان جاری شده، درسته اسنادی که ندارن امضا میکنن ماهیتا ماهیت صلح، ولی صلح دیپلماتیکه. صلح انگار سازان عمیقی که تو تاریخ هنوز هم در ذهن دو طرف داستان نهادینه شده است نیست. چگونه میتوان به یک صلح عمیق دست یافت؟ سوال دوم من اینه. پس ما اتنجه که دواجه رو بازشناسی کردیم و واکاوی کردیم، متعشیم یه صلح دو گفتمانی داریم ما اینجا. یک سمت کلمه صلح رو قائله، یک سمت دیگه نه، زیل کلمه در واقع اهل حقیقت، اهل باطل، اهل ایمان، اهل کفر داره این سند رو امضا میکنه. اگه بخوایم هر دو رو زدایش بکنیم در تاریخ و به یک صلح عمیق برسیم، آیا کورسوهای اون در اسرائیل دیده میشه در عراق؟ اگر شما دقت بکنید، آنچه که ما شاهد اون بودیم در توافقهایی که ما میشیم agreement، برای اینکه این به سه زبان نوشته میشه، به زبان عبری، به زبان انگلیسی و به زبان به هر حال عربی، آنچه که واژه‌نامه‌ای که و انگاره‌هایی که ما در عربی داریم همخوانی نداره با انگلیسی و عبری. اگر ما در عبری به اون میگیم شالوم، شالوم یعنی در اصل شالوم یعنی چی؟ یعنی نام خداوند هست. نام خداوند بر آنچه گذاشته میشه که صلح و صفا باشه، و صلحی که در خاورمیانه که ما بره با گرگ بر طبق آنچه که یشعیا و هنابی گفته شده بتونن در کنار یکدیگر یعنی با همدیگه زندگی بکنن. ولی بحثی که وقتی وارد جریان عربی و واژه عربی اون میشیم، همچین مفهومی رو در اصل نداره. و همینطور در زبان انگلیسی پیس، بحث برای اینه که صحبت شما پیس یعنی صلح یا پیس آف د لند، یعنی یه قسمتی از اراضی رو شما میخواید بیایید و درخواست بکنید. جناب میشه گفت ارتشبود و پروفسور یهوشافات هرکاوی، یکی از بزرگان استادان من، بیش از 40 سال پیش در دانشگاه عبری بود در روابط بین المللی خاورمیانه، و همینطور پروفسور ماتی شتاینبرگ که من مسائل اصلا قضیه و مناقشه اسرائیل و عرب و فلسطینی رو برای اولین بار بیش از 40 سال پیش آموختم. و بحث جناب برحال یهوشافات هرکاوی و ماتین شتاینبرگ بر این بود که ما در اصل سه جرگه داریم، سه سبک داریم، و به گونه ای که این سه مکتب به این گونه دارن عمل میکنن. مکتب اول سعی بر غم اسرائیل داره، همینطور که جمال عبدالناصر سعی برای این داشت که جنگی رو به پیش بیاره که تا اونجایی که ممکنه اسرائیل رو نه فقط تسلیم بکنه، اصلا نابود بکنه. همینطور که احمدی نژاد این رو به این گونه مطرح کرد. بحث دوم بر این بود که تا چند اندازه ما میتونیم بیایم وارد یک جریانی از سلام بشیم، جریانی از توافقهای بشین که اراضی که در اختیار داره اسرائیل رو بیایم و تحت قیمومیت خودمون داشته باشیم، در اون یک دولت خودگردان فلسطینی ایجاد بکنیم که دست از مخاصمه برداریم. و مکتب سوم بر این بودن کیرسون و کمیلا، تا چه اندازه اینها میتونن از طریق کیرسون و کمیلا، یعنی به زبان عبری میشه پژمردگی، مثل یک گلی رو چگونه ما میتونیم پژمرده کنیم از طریق جنگ فرسایشی
که از این طریق جنگ فرسایشی اسرائیل رو بر این بسازیم که تسلیم بشه و راهی جایی بر این نداشته بشه که دنیای یهود و دنیای به هر حال دیپلماسی اسرائیل رو نیان و به رسمیت نشناسن.